به نام خدای یکتای بی همتا. این است اسلام، ستایش مخصوصی ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم چنین می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خلیلا. ترجمه: و چه کسی نیک آیین تر است از کسی که روی خود را به الله سپرد و مخلصانه تسلیم شد و نیکوکار و فرمانبردار بود و آیین پاک ابراهیم را پیروی کرد و الله ابراهیم را به دوستی خود برگزیده است. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او و درود رحمت سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، اسلام واقعی به معنای تسلیم شدن، فرمان برداری کردن و اطاعت از فرمان خداوندی متعال می باشد و معنای محبت و پیروی و اقتدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنین به معنای اخلاق نیک، خشوع و عاجزی، نیک ذاتی، گشاده رویی در تعامل و رفتار با مردم، مهربانی، رحمت، زیبایی با همه جهان، ساختار و ترمیم، تمدن و آبادانی می باشد. پس اسلام منهج و سلوک زیبایی زندگی است که پیروان آن این سلوک را در حرکات و سکنات و همه افعالشان تنفیذ می کنند. همانا اسلام دینی است که به سوی صلاح و اصلاح و اعمار دنیا و دین دعوت می کند، نه برای تخریب آن به اسم دین. دینی است که به سوی رحمت، مهربانی، امنیت، صلح و آرامش همه دنیا دعوت می کند، چنانچه خداوند متعال می فرماید: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ترجمه: و ای پیامبر، تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. و حضرت جبریل امین علیه السلام پیرامون ارکان اسلام چنین از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید: ای محمد، اسلام را برای معرفی کن. پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام به معنای این که گواهی بدهی که نیست معبودی بر حق جز الله و این که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست، نماز را برپا بداری و زکات مال خود را بپردازی و ماه مبارک رمضان را روزه بگیری و اگر توانایی و استطاعت داشته باشی بیت الله شریف را حج کنی. کسی که پیرامون ارکان اسلام در این حدیث تفکر نماید می داند که آن در ساختار شخصیت مناسب انسان کمک می کند. پس وقت انسان یقین داشته باشد و گواهی بدهد که خداوند یکتا و بی همتا است و اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست، برای تحقق این گواهی تلاش می کند، طاعت خداوند را به جا می آورد و او را مراقب حال خود می داند، پس ملتزم اوامر او می باشد و از نواهی او اجتناب می کند و نزد حدود او توقف می نماید و در انجام آنچه که مکلف شده است تقصیر نمی کند و آنچه که از او نیست را نمی خواهد و همچنین کوشش می کند تا به صورت درست از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کند و همراه مردم چنان با نرمی، مهربانی، عاجزی و فروتنی رفتار می کند که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنان رفتار می نمود. پس نماز که بزرگترین رکن اسلام است، فواید آن بر بنده نمازگزار می رسد و او را از فحشا و منکر باز می دارد و بر راه خداوند مستقیم می سازد. پس مسلمانی که نماز می خواند با خود و با دیگران در مجتمع در صلح و امنیت و آشتی زندگی می کند. خداوند متعال می فرماید: ای پیامبر، آنچه را از این کتاب بر تو وحی شده است تلاوت کن و نماز را برپا دار. یقینا نماز انسان را از زشتی ها و منکر باز می دارد و البته یاد الله بزرگتر است و الله آنچه را انجام می دهید می داند. و ادای زکات بخش های ایمانی و اسلامی بزرگی دارد، چون آن نفس انسان را از تعلق گرفتن به مادیات تهذیب و پاک می کند تا مردم درک کنند که مال وسیله است نه هدف. همچنان زکات دروازه بزرگی از تعاون و همکاری، مهربانی و احساس و درک دیگران است
پس مجتمع اسلامی خودخواهی و منفی‌گرایی را نمی شناسد، چون دین ما دینی بخشش، عطا، مصرف، فداکاری و نوع دوستی می باشد. دین انتقام جویی، خصاصت و بخیلی نیست. پس مسلمان متحمل، سخاوتمند، بخشنده می باشد. خداوند متعال در توصیف انصار رضی الله عنهم می فرماید، ترجمه: و نیز برای کسانی که پیش از آنان در دیار خود مدینه و دار اسلام جای گرفتند و نیز ایمان آورده بودند، کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می دارند و در دلهای خود از آنچه به مهاجران داده شده است حسد و نیازی نمی کند و آنها را بر خود مقدم می دانند، هرچند خودشان نیازمند باشند. و کسانی که از بخل و حرص نفس خیش را باز داشته اند، پس آنها رستگارانند. و همچنین روزه اخلاق مسلمان را با دوام مراقبت خداوند متعال تنظیم می کند و آن را بر صبر، تحمل، بردباری تمرین می دهد. نفس انسان را به درجات عالی ترقی می دهد و از هر آنچه که باعث خشم خداوند متعال می شود آن را دور و متعالی می سازد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: و روزه سپر است. وقتی یک از شما روزه داشت، پس نباید آمیزش جنسی داشته باشد و نباید زشتی و قاحت و سر و صدا کند. و اگر کسی او را دشنام داد یا با او جنگید، پس باید بگوید من شخصی روزه‌دار هستم. و در حدیث دیگری می فرماید: کسی که دروغ گفتن و عملی مطابق آن را ترک نکند، خداوند به غذا و آب نخوردن او هیچ نیازی ندارد. و همچنین حج به معنای التزام رفتاری و اخلاقی پیش از مناسک، در اثنای آن و بعد از پایان مناسک می باشد. خداوند متعال می فرماید: حج در ماهای معلوم و معینی است. پس کسی که در این ماها حج را بر خود فرض گرداند، باید بداند که در حج آمیزش جنسی و گناه و جدال روا نیست. و آنچه از کارهای نیک انجام دهید، الله آن را می داند. و توشه برگیرید که بهترین توشه پرهیزگاری است. و ای خردمندان، از من بپرهیزید و بترسید. و از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که میگوید از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمود: کسی که برای کسب رضای خداوند متعال حج کند، پس در حجش آمیزش جنسی و فسق نکند، چنان از گناه پاک شده برمیگردد که گویی نو از مادر تولد شده است. و این چنین همه ارکان اسلام باعث خیر، برکت، صلح و امنیت در جامعه می شود. در واقع کسی که به طور دقیق درباره دین مقدس ما نظر بیاندازد، درک می کند که این دین دین مکارم اخلاق است و رسالت این دین برای تکمیل کردن این مکارم آمده است. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: جز این نیست که من فرستاده شدم تا مکارم اخلاق را تکمیل نمایم. پس در هر جایی که راستگویی، وفاداری، امانتداری، نیکوکاری، صله رحم، سخاوتمندی، فریادرسی، شهامت، مردانگی، عدم اذیت دیگران، همکاری مظلومان، فریادرسی کسی که در مشکلات است، رفع پریشانی از انسان پریشان و مهربانی با حیوانات وجود داشته باشد، در آنجا اسلام درست و مقاصد والای آن موجود است. و بدون تردید در کردن گوهر اسلام، شناسایی اسرار رسالت متسامح آن، آگاهی از مقاصد و اهداف عالی آن و تطبیق همه اینها در پرتو تحولات و خواسته های معاصر برای مبارزه و مواجهه با چالش های معاصر ضرورت جدی پنداشته می شود، تا بتوانیم گروه های تروریسم و تندرو را مهار کنیم، افکار و اندیشه های منحرف را محاصره نماییم، حلقات متحجر، یخبسته، بدفهم و کهتنظر را بشکنانیم و از این بدفهمی و کهتنظری به جهانی بازتر، وسیعتر و سهلگیرتر بیرون شویم، تا به پختگی، آگاهی و بینایی بیشتر برسیم و منافع مردم و کشورها متحقق گردد و از ارزش‌های والای انسانی منتشر شود که باعث تحقیق صلح و امنیت و آرامش و استقرار و خوشبختی همه بشریت می باشد. همانا از اساسی ترین واجبات و مهمترین وظایفی که هر مسلمان انجام بدهد این است که باید برای همه مردم بخش‌های بزرگ دین مقدس اسلام را بیان نماید، تا جهان بداند که اسلام دین صلح و امنیت است، همیشه به سوی صلح دعوت می‌کند و جایگاه آن را بلند می‌سازد. پس اسلام که به معنای صلح است، یکی از نام‌های خداوند متعال می باشد، چنانچه خداوند می فرماید:
او الله است که جز او معبودی راستین نیست، پادشاهی نهایت پاک و منزه و سالم از هر عیب و صلح آورنده است. و تحیه اسلام سلام است، خداوند متعال می فرماید و به کسی که بر شما سلام کرد و اظهار صلح و اسلام نمود نگویید مؤمن نیستی. و تحیت اهل بهشت نیز در بهشت سلام است، طوری که حق تعالی می فرماید و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می شوند و به آنها می گویند سلام بر شما به خاطر آنچه صبر نموده اید، پس چه خوب است عاقبت آن سرای جاویدان. و برخی از دعاهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از هر نماز دعا می کرد چنین بود: پروردگارا، تو از هر عیب و نقص و ناتوانی و ناشایستگی و شریک و انباز سالم استی و سلامتی از طرف توست و علا مقام و مبارکی ای صاحب شکوه و بزرگواری. اسلام دینی است که کرامت انسان را حفظ می کند، پس از غیبت کردن، سخنچینی، کینه‌توزی، نفرت، تحقیر دیگران و از همه انواع اذیت برابر است گفتاری باشد یا کرداری یا حتی با اشاره معنی نبوده است. چنانچه خداوند متعال می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، گروهی از مردان گروهی دیگر را مسخره نکنند، شاید آن مسخره شدگان از اینها یعنی مسخره کنندگان بهتر باشند. و نه زنانی زنان دیگر را مسخره کنند، شاید آن زنانی مسخره شده از اینها بهتر باشند. و از یکدیگر عیب جویی نکنید و یکدیگر را با القاب زشت نخوانید که پس از ایمان آوردن نام فسق بسیار زشت و بد است و هر که توبه نکرد پس آنانند که ستمکارند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که به طرف برادر خود با ابزار آهنی اشاره کند تا اینکه این ابزار آهنی را نگذارد، فرشتگان او را لعنت و نفرین می کند. اگرچه کسی که به سویش با آهن اشاره شده از پدر و مادر برادری اشاره کننده بوده باشد. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم از زدن و برچسب نمودن در روی باز داشته است. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حیوان را دید که در روی آن برچسب زده شده است، فرمود خدا لعنت نموده کسی را که بر روی این حیوان برچسب زده است. و زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره زنی پرسیده شد که زیاد روزه میگیرد و نماز میخواند ولی همسایه های خود را اذیت میکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود آن زن در آتش دوزخ است. پیامبر علیه السلام در حدیث دیگری میفرماید کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد پس نباید همسایه خود را اذیت کند، و کسی که به خدا و روز جزا ایمان دارد باید مهمان خود را اکرام و عزت کند، و کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد باید یا سخن نیکو بگوید یا خاموش باشد. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتایی بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او و بر همه کسانی که از آنان تا به روز جزا به وجه احسن پیروی نمودند درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. برادران مسلمان، پیامبر صلی الله علیه و سلم آموزه های عالی اسلام و اخلاق نیکو و ارزش های اصیل آن را در قلوب اصحاب خود چنان استوار و مستحکم نموده بود که سلوک و منهج زندگیشان گردیده بود و با همه مردم طبق آن زندگی و تعامل میکرد، طوری که حضرت جعفر پسر ابی طالب رضی الله عنه در برابر نجاشی پادشاه حبشه ایستاد شد و برخی از این ارزش ها و اخلاق عالی را با اسلوب زیبا و واجه های مستحکم و اعتماد به نفس بیان نمود. چنانچه فرمود: ای پادشاه عادل، ما ملت جاهلی بودیم که بت‌ها را می‌پرستیدیم، گوشت حیوانات خود مرده را می‌خوردیم، کارهای زشت و فحشا را مرتکب می‌شدیم، قطع صله رحم می‌کردیم، با همسایگان بدی می‌نمودیم، قوی ما انسان ضعیف و ناتوان ما را می‌خورد. ما در چنین حالت بودیم تا که خداوند متعال به سوی ما پیامبری از میان خود ما فرستاد، طوری که نسب، صداقت، امانتداری و پاکدامنی او را می‌شناسیم. پس ما را به سوی خداوند متعال دعوت کرد تا تنها او را به یگانگی بپرستیم و آنچه از چوب و سنگ و بت‌هایی که ما و نیاکان ما به غیر از خداوند می‌پرستیدیم را ترک نماییم. و ما را دستور داد تا راستگو باشیم، امانت را به صاحبش برگردانیم، صله رحم داشته باشیم، با همسایگان نیک برخورد باشیم، از ارتکاب کارهای حرام و ریزاندن خون دوری نماییم، و ما را از انجام کارهای زشت و فحشا، دروغگویی، خوردن مال یتیم و بهتان زدن به زن پاک دامن باز داشته است و ما را امر نموده تا تنها خدای یکتای بی همتا را بپرستیم و به او هیچ چیز را شریک نسازیم، و ما را دستور داده تا نماز را ادا نماییم و زکات مال خیش را بپردازیم و ماه مبارک رمضان را روزه بگیریم.
پس مسلمان راستین هیچگاه دروغ نمی گوید، تزویر و خیانت نمی کند. مسلمان واقعی کسی است که دیگران از زبان و دست او در امان می باشند. و مؤمن واقعی همان کسی است که مردم او را امین خود، خون، عزت، اموال و جانهایشان میپندارند. مسلمان حقیقی همان کسی است که در حرکات، سکنات و افعال او اخلاق اسلام ظاهر می شود. از طرف او به مردم جز خوبی و خیر نمی رسد. و اگر ما بخواهیم مسلمان واقعی را تعریف درست و جامع نماییم، هیچ تعریفی پیدا نمی کنیم که بهتر و جامعتر از تعریف پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده باشد، که در ضمن حدیثی تعریف نمود: مسلمان واقعی کسی است که دیگران از زبان و دست او در امان باشند. چنانچه فرمود: آیا مؤمن را برای شما معرفی نکنم؟ گفتند: بلی، معرفی کن. فرمود: مؤمنی راستین کسی است که مردم او را بر اموال و جانهایشان امین بپندارند. و مسلمان واقعی کسی است که دیگران از زبان و دست او در امان باشد. و مجاهد حقیقی کسی است که برای اطاعت خداوند با نفس و هوای خود جهاد نماید. و مهاجر کسی است که از اشتباهات و گناهان هجرت کند. همانا رسالت اسلام رسالت انسانی، حکمت، تحمل، گذشت، رحمت و مهربانی باز و انعطاف پذیر است. رسالتی است که به اجتماع و اتفاق دعوت می کند، نه بر اختلاف و تفرقه. رسالتی است که انسجام و یکپارچگی می آورد، نه پراکندگی و اختلاف. پس همه احکام اسلام عدالت، رحمت، گذشت، سهلگیری و انسانی می باشد. پس هر آنچه که باعث تحقق این مفاهیم عالی گردد، آن از صمیم احکام اسلام است. و هر آنچه که با این مفاهیم انسانی در تعارض و ضدیت واقع شود، در واقع با اسلام و با اهداف و مقاصد آن در ضدیت واقع شده است. بار خدایا، ما را به اخلاق نیک هدایت کن، جز تو هیچ کسی به سوی اخلاق نیک هدایت نمی کند. و اخلاق بد را از ما دور کن، جز تو هیچ کسی اخلاق زشت را از ما دور نمی سازد. ای ذات مهربان، مصر، ملت آن، ارتش و پلیس آن را از هر بدی و مشکلات در امان بدار.